با درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در هر رابطه ای ممکن هست پیش بیاد که هر دو طرف دیگه مراقب کلماتی که به زبان میارن نیستند و با حرفا و کلمات اشتباه باعث دور شدن از یکدیگر میشن. توصیه‌ای که در این ویدیو برای شما آماده کردیم به شما آموزش میده که چگونه گرمای یک رابطه را حفظ کرد و از رفتارها و جملاتی که باعث جدایی و شکست در روابط میشن جلوگیری کنیم. تمام کارهایی که باید در این زمینه انجام بدید رعایت 3 قانون کلی که در این ویدیو اومده هستش. برای دیدن این ویدیو با من رکسانا افشار همراه شوید. هنگام صحبت درباره آرزوهاتون عبارت نمیخوام و دوست ندارم رو به کار نبرید. به زبان آوردن کلماتی چون نمیخوام و دوست ندارم تأثیر منفی از خود بر جای میگذارند. بنابراین نباید ارزش آرزوهاتون رو برای به کار بردن این کلمات منفی از بین ببرید. به علاوه وقتی همسرتون چنین کلماتی رو از شما میشنوه نمیدونه که باید چه واکنشی داشته باشه و در نتیجه کاری که در مقابل انجام میدهند مطلوب شما نخواهد بود. نمیخوام منو کنترل کنی هرگز این جمله رو نگید. درستش این هست که بگید که ازت میخوام به هم اعتماد کنی. به جای عبارت اما از کلمه و استفاده کنید. این قانون به نظر ساده میاد، اما باید مدت‌ها اون رو تمرین کنید تا بتونید اون رو در زندگی و روابطتون به کار ببرید. اما این کار ارزشش رو داره، زیرا زندگی شما رو از جنگ کلمات تبدیل به میدان همکاری می‌کنه و به وضوح می‌تونید شاهد تغییرات در زندگی خود باشید. درکت می‌کنم، اما از تو هم می‌خوام منو درک کنی. این غلط هست. درستش این هست که بگیم درکت میکنم و از تو هم میخوام که منو درک کنی. ارزش یک سپاسگزاری را با منفی گرایی از بین نبرید. آیا تا به حال دقت کردین؟ بعضی ها فکر میکنن همیشه باید ناراضی باشن، حتی زمانی که میخوان از کسی سپاسگزاری کنند. مشکل اینجاست که مغز این اشخاص عادت داره با انرژی زیاد فقط به چیزهای بد واکنش نشون بده. اگه میخواین از کسی سپاسگزاری کنید، آمیخته با شکایت و انتقاد نباشه. این غلط هست که بگید نوشیدنی امروز خوشمزه بود برعکس دیروز. درستش این هست که بگیم نوشیدنی امروز خوشمزه بود، مرسی. معمولا اکثر ما قدرت کلمات رو دست کم میگیریم و مهمتر از همه برای کار کردن روی عادتهای سخن گفتنمون تنبلی میکنیم. بنابراین باید یاد بگیریم طوری صحبت کنیم که به دیگران اجازه بدیم ما رو درک کنن، نه اینکه با مشکلاتی که در اثر سوء تفاهم و به کار بردن جملات اشتباه ایجاد شده اند دست پنجه نرم کنیم. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید و اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید.